دولت اسلامگرای رجب طیب اردوان نخست وزیر ترکیه بعد از بیش از یک دهه رهبری در آنکارا همچنان میکوشد تا نفوذ این کشور را در منطقه میانه گسترش دهد یک نمونه از این کوشش ها دیدار اخیر آقای اردوان با خالد مشعل رهبر حماس در آنکارا بود که گفته می شود در آن برنامه سفر آتی آقای اردوان به نوار غزه مورد بررسی قرار گرفت دیدار روز 18 جوان نخست وزیر ترکیه با خالد مشعل رهبر حماس در آنکارا برای قدرت های خارجی به ویژه ایران، اسرائیل و آمریکا حساسیت برانگیز بود است. ایران بر سر بحران سوریه مناسباتش با حماس شکراب شده، اسرائیل حماس را تهدیدی نسبت به امنیت خود میداند و آمریکا هم نگران تأثیر منفی نزدیکی ترکیه با حماس بر روند صلح میان است. اما سرحت ارکمن تحلیلگر ارشد در اورسام یا مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در آنکارا میگوید ترکیه این رابطه را از بودی دیگر مینگرد به گفته وی در وهله اول نباید این رابطه را صرفا بین ترکیه و حماس دانست ترکیه به طور کلی معتقد است که اگر اتحادی بین فلسطینی ها ایجاد نشود روند صلح با موفقیت همراه نخواهد بود نزدیک شدن بیشتر ترکیه به حماس در حالی صورت میگیرد که ایران به خاطر حمایت حماس از مخالفان بشار اسد تقریبا تمام کمک های خود را به این جنبش قطع کرده است آیا ترکیه به دنبال پر کردن این خلا است I say that. So... فکر نمی کنم ترکیه بخواد این خلا را پر کند البته برای ترکیه تیرگی در مناسبات ایران با حماس می تواند خبر خوشایندی باشد اما باید توجه داشت که ترکیه بیش از ده سال است که با حماس رابطه دارد در این میان حماس هم به خاطر نیاز به کمک های خارجی بیشتر به دنبال روابطی گرمتر با ترکیه است در این میان یوکشال موتلو معاون حزب صلح و دموکراسی که حزبی طرفدار کوردها در پارلمان ترکیه است در مورد سفر آتی آقای اردوان به غزه ملاحظاتی دارد یعنی رسمی زیارت دولت؟ سفر مقاماتی دولتی به هر کشوری عادی و بلامانه است اما سفر به غزه با هدف حمایت از یک طرف درست نیست و نباید فقط یک طرف را مورد حمایت قرار داد اردوغان به عنوان یک سیاستمدار می تواند آنجا برود ولی نه به عنوان حامی یک طرف هرچند مقامات حماس اعلام کردند که سفر آقای اردوان به نوار غزه روز پنجم ژوئیه انجام خواهد شد ولی دفتر نخست وزیری ترکیه در این باره هنوز اعلامی رسمی صادر نکرده است با این حال به نوشته برخی مطبوعات ترکیه امکان دارد که نخست وزیر در جلسه روز سهشنبه با اعضای حزب عدالت و توسعه در این مورد اظهار نظر کند بیژن فرهودی صدای آمریکا در برابر دفتر حزب عدالت و توسعه آکه پارتی آنکارا